سلام خدمت همگی امیدوارم خوب باشین ویدیو قبلی به دردتون خورده باشه توی این ویدیو میخوام بگم اگر شما یک دانشجو دکترا پوستاک و یا یه محقق و استاد مدعوی هستین که یه ریسرچرین در حقیقت که اومدین توی دانشگاه NTNU یا یه مؤسسه تحقیقاتی هم هست به اسم سینتف که با NTNU خیلی همکاری میکنه باید بدونین که یه جایی هست که به شما خونه میده که قیمتاش واسه طولانی مدت بهتره خونهاش فرنیش نیستن حتی خونه فرنیش هم داره که کوتاه مدت میده با قیمت بیشتر ولی خب اگه طولانی مدت بخوای بمونید مثلا مثل من که دانش دکترم خونه های خوبی داره ولی خب فرنیش نیستن سایتش بولیگ استیف تلسن .no هستش وقتی واردش میشین میتونید ببینین سفر رو دو تا منطقه داره محلت و ناردو که یه سری خونه توی ناردو داره یه سری خونه توی محلت داره و بعد یه سری توضیحات داده راجع به خودش مثلا یه خونه مثلا مثلا بریم محلتش رو ببینیم یه سری خونه توی محلت داره اگه اینجا نگاه کنیم راجع به قیمت ها توضیح داده اینجا گفته که ماهانه 7900 کرونه دو تا خوابش توی محلت و سه اتاق خوابش 9800 کرونه و همچنین دو اتاق خوابه مبله داره که 9800 کرونه و دیپوزیتش هم سه ماهه که بعد بدین نقشه ساختمون رو گذاشته اینجا که چه شکلیه و عکساشو گذاشته فرنیش نیستن خونه هاش معمولا به از اون یه مدل فرنیش که کوتاه مدت میده نقشه گذاشته که کجا هستشین خونه ها مثلا تو قسمت محلتش بعد یه نکته ای که داره این خونه هایی که تو قسمت محلت مال همین مؤسسه هستش داره توی ناردو هم خونه داره اگر رو قسمت ناردوش کلیک کنید وارد ناردو میشین و قیمتها رو نوشته دو اتاق خوابه های ناردو باز قیمتها همونه دو تا خوابه سه اتاق خوابه و دو اتاق خوابه فرنش اما دو... تو ناردو خونهاش متراجش بزرگتره و یه مقداری بزرگتر اگه نقشش هم نگاه کنین حالا یه اتاق خوابی که داره یه نمیدونم لفت راه رو شاید بشه یه پذیرایی و یه آشپزخونه و یه توالت و عکساش هم گذاشته اینجا میتونین ببینین که چه شکلی کمادهی که داره بازم ف... مثل همون سبک خوناش و توی نقشه ببینین کجاست و برای اینکه از این سایت خونه بگیرین خب سایتش که اینه میتونید بهشون بگین که مثلا میخواید خونه بگیری کانتکت کنید باشون صحبت بکنید من یادمه که یه فرمی رو پر میکردم و توی اون فرم نوشته شده که شما دانشجو دکترا یا محقق توی دانشگاه NTNU هستید بعد از اینکه این فرم رو باستشون پر میکنید و حالا من اگه فرم رو پیدا کنم اینجا میذارم بعد از اینکه این فرم رو پر میکنید میفرستید باستشون به شما اولویت میدن دانشگاه البته بعد اون HR دانشگاه تایید بکنه که شما دانشجوی مثلا دکترا یا محقق اون دانشگاه خاص هستین بعد میان نگاه میکنن اگه خونه خالی داشته باشن طبق اولویت هایی که دارن بهتون پیشنهاد میدن واسه چه تاریخی ما اینو داریم و خونه های خوبیه دیگه قیمتش رو اگه نگاه کنین نسبت به اون چیزی که توی سایت فین یا تا اینجا توی جاهای دیگه دیدین قیمتش خیلی بهتره البته فرنیش نیست مثلا 8000 کرون و این قیمت برق و شامل نمیشه فقط اینترنت رو شامل میشه و تل... تلویزیون کابلی رو ولی باسه طولانی مدت میصرفه امیدوارم که این ویدیو هم به درتون خورده باشه من یه ویدیو دیگه درست میکنم تو ادامه داستان و دو تا دو تا از این مؤسسه هایی که حالا خونه میدن و معتبرن رو بهتون معرفی میکنم اینها هم خونه های خوبی دارن و بعد بین اینها دیگه من رای دیگه ای بلد نیستم بازه کسی رای را بلد بود میتونه کامنت بذاره بگه به دوستان ولی خب تا اینجا راهایی که گفتم راهی خوبی بودن دو تا راه آخر هم حالا باز میگم شاید به درد کسی بخوره فرمی هم که باید درست بکنید وارد یه صفحه‌ای به این شکل میشین زمانی که باشون ارتباط میگیرین یه همچین ای به شما میدن شما یه اپلیکیشن جدید تو این صفحه درست میکنین اسمتون رو مینویسین مینویسین کدوم دانشکده هستین و ایمیلتون رو میذارین و میگین که مثلا حالا چه نوع هاوسینگی میخواین تمپرولی اینجا داره خیلی جالبه شاید دائمی بعد اینجا میذاشت و بعد از کی تا کی میخواین توضیح رو میدین و این اپلیکیشن رو با میفرستین و بعد اونها منتظر میمونن تا دانشگاه تایید بکنه و بعد از اون شما رو اولویت میذارن اگه خونه خالی داشته باشن باهاتون تماس میگیرن که برین و قرارداد رو ببندید ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین ویدیو, ب... ویدیو بعدی هم آخرین ویدیو توی این سری که من فعلا میذارم و اطلاع دارم ازش امیدوارم مفید باشه فعلا خدا نگهدار